بنام خدا با عرض سلام و خسته نباشین امید است که جور و سعتمند باشین هر کجایی که هستین یک زندگی خوب خوش سپری بکنین دوستای عزیز و زیر سایه رحمت پروردگار باشین خب با رضای ساعت سلامتی شما برنامه امروز خودم آغاز میکنیم در اثر تقاضای عزیزایی که از ما خواهش کتلت از ما کرده بودن ما امروز خواستیم دوست عزیز متفاوتتر آماده بکنیم کتلت یعنی کتلت ما ماهی آماده میکنیم از گوشت ماهی خواهش کرده بودیم و به شکل که مردم چین استفاده میکنند دوست عزیز اه, یعنی غذای بسیار مشهورشان است و همچنان بسیار مزدار است پس همراهی شما رو خواهان هستیم تا پایان برنامه با ما همراه باشین ببینین طرز تهیه کتلت ماهی که امروز آماده میکنیم مواد لازم است دوست عزیز ماهی که من ما استفاده میکنم تقریبا 150 گرم دوستا بدون ماهی بدون خار است و مولی نیم عدد کوچک دوست عزیز 50 از سمرق ثابت استفاده میکنیم و نیم عدد از پیاز دوست عزیز گرچه پیاز خورده است شما باز اگر پیاز کلان بود میتونید نیم عدد استفاده بکنید نیم گلاس هم از آرد ترمیده استفاده میکنیم دوستا نمک مقدار لازم سرکه همچنان یک قاشق دو عزیز آرد کانفلاور فلاور دو قاشق سویساس دو قاشق مرچ سیاه مقدار لازم نمک چینایی همچنان یک قاشق استفاده میکنیم و یک ساس دوست عزیز که از سرکه و سوی استفاده استفاده میکنیم که این شامل مواد لازمی ما است که پالک است، مرچ دولمه، سیر است و همچنان مرچ تند است همیشه زمینی غذایشان یا در پالی غذایشان همچون ساس با سبزیجات میباشه که ما هم خواستم آماده بکنم ولی دوست عزیز این مواد موادی که من گفتم که پالک و مرچ دولمه و سیر و مرچ تند این شامل مرچ مواد لازمی ما نیست شما دیگه بستگی به خودتون داره که میگیرین یا نمیگیرین خب حرارت روشن میکنیم یک مقدار روغن بسیار کم دوست عزیز روی یک تخمپزی اضافه میکنیم بسیار کم پیازه بسیار خورد خورد به شکل خلال دوست عزیز دوست عزیز پیازها به شکل خلال بسیار نازک نازک برش کردیم ولی شما به این صورتی که من ما میده میکنم شما کوشش کنین که کار نکنین به خاطر که تمرین ندارین خدای نخواست دست خدا نزنین نوکای کلکتان رو و اگر به این طریقه شما دوست عزیز ریزه کرده نمیتونین میتونین که از تراشک استفاده بکنین خب پیاز اضافه کردیم داخل کرایی دوستا و سمارق دوست عزیز خورد خورد می خب در کدلت امروز دوست عزیز از مولی سفید هم استفاده می که تا به حال فکر نکنم شما استفاده کرده باشین ولی خوبتر است ما و شما همیشه از مولی سفید به شکل ترکاری روی غذاهای خود استفاده می کنیم. ولی خوب است که شما هم داخل غذاها استفاده بکنید دوستا فایده بسیار خوب داره خصوصا برای کسایی که سرما خورده باشند ریزش و زکام شده باشن بسیار خوب است خب سمارق هم دوست عزیز خرد خورد می سازیم ولی پیاز زیاد نمیمونیم که سرخ شوه ما ایره هم دوست عزیز به می شکل خورد خرد می سازیم امرای سمارق یک جا بالای پیاز یعنی پختش می سازیم. بعدا باز با بقیه موادا مکسش میکنیم و به شکل کتلت که گفتیم دوست عزیز که شکل کوفته های سرخ شده را داره با مو شکل باز بر روی روغن بسیار کم سرخش میکنیم خب رو هم دوست عزیز یعنی خرد خرد شد و فقط حمادی ازی است که پیاز یک اندازه خود سرخ کنه و بعدا باز ما با ماهی یک جای عزیز بالای پیاز اضافیش بکنیم خب ما هم دوستها گفتیم خرد خرد میسازیمش به این شکل دو عزیز ما هم خرد خرد میسازیم و امرا هم، با سماراق بالای پیاز سوسا بعدا اضافهش میکنیم و سرخش میکنیم کاملا باید پخته شد و همچنان از سویساس بالایش اضافه میکنیم همراه سرکه دوستا پیاز هم رو به سرخ شدن است و و ما ای هم ما هم ریزه کردن چه خلاص کردیم خب ما ای بعد از پخته شدن هم دوست عزیز امکان داره که یعنی توتش کنیم میشه یا خردش کنیم ولی بله خوب است که اگر یک اندازه در خامیش خوردش کنیم بعد از او باز دوستا شما میتونین که او را سرخ بکنین با موادی که قبلا روی تخمپزی یا روی کرایی اضافه کردیم خب دوستا مایی را امروی سماراق یک جا بالای پیاز اضافه کردیم روی تختر پاک میکنیم خب حجزای دل روغن بسیار کم اضافه کردیم و شما همی کار بکنید بخاطر خاطر که بعدا باز ما دیگه مواده را که هش مکس میکنیم و ایره به شکل که میخواییم آماده بسازیم امکان داره که باز خود امی روغن باعث ازی که از هم بپاشه و یا با هم چسبی پیدا نکنه به این خاطر روغن بسیار کم استفاده بکنید خب حال فقط دوست عزیز میخواییم که نمک چینایی را اضافه بکنیم بالاش و خب نمک بعدا اضافه میکنیم امروی مرچ سیاه فقط ما کانفلاور و ببخشید سرکه امروی سویساس اضافه میکنیم یک قاشق سرکه را اضافه کردیم و دو قاشق هم دو عزیز از سویساس استفاده میکنیم مایی را کاملا دو عزیز سرخ میکنیم تا زمانی که مایی هم سرخ میشه دو عزیز میان برنامه کوتاه داریم و دوباره برمیگریم. مواد لازم کتلت ماهی گوشت ماهی 120 گرام مولی سفید نیم عدد سماراک 50 گرام آرد ترمیده نیم گلاس آرد کانفلاور 3 قاشق سویا ساس 2 قاشق نمک چینایی 1 قاشق سرکه 1 قاشق یاز نیم عدد مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن زیتون به مقدار لازم خب و ادامه برنامه خوش آمدید حیزای دل خدا کنه که برنامه تایی لحظه بر شما خوش تمام شده باشه خب ما هم عرورت خاموش میکنم یعنی مایی دوستها با سماراق به این شکل دوست عزیز ببینین که کاملا آب خود خوش کرد و خوب یعنی پخته شده سرخ شده و رنگی را که میبینین رنگ سویساس که استفاده کرده بودیم بالاش دوست و این را داخل یک ظرف جداغانه اضافه میکنم تا یک اندازه سرد شده نسبتا کروی داغ سوسا بسیار خوشبویی خوب را دوست عزیز با خود گرفته شما میتونین از گوشت مرغ هم دوستا آماده بکنین اگر مایی به دسترس ندارین خود قرار دسترس تا نیست دوستا شما میتونین که از گوشت مرغ هم استفاده بکنین خب دوستا از لیمو ببخشین مولی را ایره را هم دوستا عزیز تراشک میکنه و شما هم این کار بکنین زمانی گفتیم که از مولی استفاده کردیم و مردم چین و ژاپن زیادتر از مولی استفاده میکنن از مولی سفید طبعا فواید زیاد داره دوست های عزیز فواید شدیدن از این لحاظ اونا زیادتر در غذاهای خود غذاهایی که بخار پس می باشه و یا غذاهایی که داخلش امروز دوست به این شکل که ما مکس می کنم مولی را اونا هم استفاده میکنن خب دوست مولی را هم تراشک کردیم و همکار بسیار خوب مادیجان جان میگه که یک دو دانه مرچ هم اضافه کنیم من مجبور دوست عزیز که یک دو دانه مرچ هم استفاده بکنم خب مولی را هم اضافه کردیم مولی سفید دو سال. یک تخم پذیر دو عزیز بالای حرارت میمونیم تا وقت گرم شوه و ما دو عدد مرچ هم این دوست عزیز مرچ به خاطر اضافه می که آدی جان خواهش کردن و گرچه شامل مواد لازمی ما نیست مرچ دلخواست دوست عزیز که اگر شما استفاده کردین یا نکردین خب مرچ هم بالای مواد اضافه میکنیم خب مرچ سیاره هم دوست عزیز اضافه کردیم از آردی کانفلاور استفاده کردیم نمک مقدار زای قد و همچنان آرد دو سایزیس گرچه یارد از نیم گلاس زیادتر بود دو فقط بندازه نیم گلاس آرد ما استفاده کردم بعدا باز شما که اگر نیاز بود دو سا آرد پیش خود باید داشته باشین و بعدا استفاده بکنین تمام مواد را خوب با هم مکس میکنیم دوستا به این شکل ماهی با مولی سفید و پیازه که در دا داخلش اضافه کرده بودیم خب مردم چین دوستا و قدر از سیر استفاده نمی کنن. شما اگر دوست دارین میتونین سیر هم اضافه بکنین ولی من خواستم به شکل یعنی غذای چینویی براتون دوستا عزیز امروز آماده بکنم خب هارت یک اندازه دیگه هم اضافه میکنیم دیگه فکر میکنم که همین اندازه کفایت میکنه خب مواد را خوب با هم میکس میکنیم اگر دوست عزیز پیاز پیاز نداشتین نیش پیاز باشه خوبتر است در حصل هم نیش پیاز استفاده میشه ولی ما امروز دوست عزیز نیش پیاز نداشتم به سبت ترکوری از این لحاظ از پیاز استفاده کردم و شما که اگر جور کردین میتونین که از پیاز نیش پیاز استفاده بکنین مزیشه خوبتر میسازه خب ما دستای خدا یک بار دوست کمی آبکش میکنم و تمام مواد را مکس کردیم می خواهیم که یک اندازه دست ما دو عزیز پاکتر شود و بعد از او باز کمی از روغن استفاده کرده کتلت ها را آماده کرده و داخل روغن سرخش میکنیم گفتیم داخل یک مقدار روغن بسیار کم دو عزیز شما می‌تونید که کتلت ها آماده کنیم و حرارت تخون پذیر یک دو ما برای سرخ کردن کتلت ماندیم یک مقدار روغن هم اضافه میکنیم روغن بسیار کم به یه اندازه خب یک مقدار روغن هم به یک کاسه دوست می میگیریم پیش دست خود به خاطر که دست خود چرب بکنیم تا مواد نچسبه خب این به شکل کوفته های سبزیجات که جور کردیم دوستا یا هایی که آماده کرده ایم به مو شکل کتلت ها را آماده میکنین و به میشکل شکل آماده میشه و هزایی که از روغن یا سرخ کردن روی تخمپزی پریز هستن اونا میتونن که داخل داشت دوست عزیز ایش بکنن خب تا زمانی که روغن داغ می شایست دوستا، دو شما کتلت که آماده کردین داخل ایم یعنی روغن اضافهش بکنین و بگذارین که هایست سرخ خب به خاطر از اینکه دوست عزیز مغزش خام نمونه از حرارت بسیار کم استفاده بکنیم خب حرارت دوست عزیز نسبتا پایین تر میمونیم و به می شکل هایستا هایست دوست عزیز کتلتا را آماده میکنیم خب از ماهی و سماراق دوست عزیز خواستم امروز یک کتلت بسیار مزدار یعنی کتلت مایی برتون آماده بکنم و او هم به شکل چینایی دوستای عزیز و شما اگر دوست دارین به شکل غذاهای خود ما آماده بکنین خب گرچه ما میشه گفتیم دوستا که یک کمک که متفاوتر عمل بکنیم یعنی در قسمت پختن غذاها دوستای عزیز خوب است چرا که ما همقدر که معلومات پیدا بکنیم با غذاهای بیرون از افغانستان یعنی با غذاهای دیگر کشورها و یا در قسمت طرز پختنش دوستان عزیز معلومات پیدا کنیم ای با فایده ما و شماست خوبتر است که ما و شما تست بکنیم که غذاهای ما چقدر عالی و مزدار است و غذاهای بیرون و چه اندازه مزدار است خب دوستان تا زمانی که همگیش پخته می کنیم وقفه داریم و مواد لازمشون فراموش نکنیم دوباره برمیگردیم مواد لازم کتلت ماهی گوشت ماهی 120 گرم مولی سفید نیم عدد سماراق 50 گرم آرد ترمیده نیم گلاس آرد کانفلاور 3 قاشق سویا ساس 2 قاشق نمک چینایی 1 قاشق سرکه 1 قاشق پیاز نیم عدد مرچ سیا و نمک به مقدار لازم روغن زیتون به مقدار لازم بازم خوش آمدین اجزای دل کتلت هم دوست عزیز یعنی روبه خلاصی است فقط چند عددی که مانده بود دو عزیز است ایره هم پشروی کردیم که یعنی روی بعدیش هم دو عزیز باید پخته شد و فکر میکنم دو عددش هم پخته است شکل بسیار خوب را گرفته مثل چبلی کبابی که هست دو عزیز ولی چبلی کباب نیست شما دیدین که موادی که استفاده کردیم یعنی متفاوتر دو خب ما میخواییم که دو یک گفتیم از ساسی که با سبزیجات دوست عزیز آماده میشه یا به گفتی خودشان یک سالات دوست عزیز که آماده میکنیم از پالک یک دندان سیر دوست عزیز ای هم زیاد میده نمی کنیم فقط به می اندازه ای هم دوست عزیز بالای پالک سیر اضافه میکنیم و یک دانه مرچ خشک ثابت که اونو بسیار دوست دارن اتا داخل روغن دو سایزی سرخش میکنن نوش جان میکنن مرچ سرخ دلمه دو سایزی استفاده میکنیم خب از یک قاشق سویا که مانده و دو سایز سیر هم بالای همین ترکاری باب اضافه می نمک مقدار نیاز دو و همچنان از روغن زیتون خب حجزای دل همی موادی را که ریزه کردیم داخل کاسه اینا را خوب مکس میکنیم و خب با یک کنج بشقاب دوست عزیز همی سبزیجات رو که آماده کردیم دوستا می میکنیم خب از کتلت هم دوست عزیز روی بشقاب سیادت میشنیم یکی دیگه هم میمونه میشه. خب اینایی که آماده شده دوست عزیز هیره هم از روی هاتش بیرون میکنیم یعنی روی روغن خب من هم دسکش های خوده میکشم کار ما هم تمام شد دوستا خدا کنه غذای امروز ما که غذای چینایی بود دوست عزیز خوش شما آماده باشه و شما هم یک بار دوست عزیز هاسمایش بکنین قسمی که گفتیم یکسان پیش نرین یعنی غذایی که یاد دارین با مو اکتفا بکنین فقط همیشه همو را آماده بکنید تر است که معلومات پیدا بکنین درباره غذاهای گفتیم کشورهای دیگه و شما هم میتونین از مو کشورها غذاهای شما آماده کنین مثل قطلت چینویی امروز که ما آماده کردم حضای دل خب چند پیام هم داریم از دوستایی که خواهش کتلت از ما کرده بودن دیبا جان خب سلام گفتن ولی نگفته که از کجا تماس گرفته بودن گفته که بر ما کتلت آماده کنین که خدا کنه برنامه امروز دیده باشن و همچنان خواهر از ما نجیب جان است قلای فتولا زمین از اینکه تعریف توصیف از برنامه کردن و سلام همچنان بر ما گفتن گفته که کوکوی ماهی آماده کنیم که در یکی از برنامه ها آماده میکنم ولی کوکوی ماهی نیست کتلت است که ما آماده کردیم کوکوی ماهی باز فرق کنه آمادهش و همچنان دلارا جان همکار خوب برنامه ما از ایران تماس گرفته بودند و ضمن از اینکه سلام و احترامات بر خودم بسیار تعریف هم کردن از برنامه زنده و سلامت باشین گفته که ماهی بر ما آماده بکنیم که ما خوشبختانه امروز یعنی وقت از مجال زیر بر ما داد که ما در برنامه خود از ماهی یک اطلاعات بسیار خوشمزه آماده بکنیم که خدا کنه مورد پسند شما عزیزا قرار گرفته باشه و کسایی که پیام مانده بودن و همچنان تماس گرفته بودن برنامه را دیده باشند باز هم منتظر پیام های شما در فیسبوک برنامه هستیم ایسای دل و یا همچنان میتونین به شما تلفن سفر 707 -59, -59, -59, 59 تماس بگیرین و مادر خدمت شما عزیزا هستیم یا بود برنامه امروز ما که تقدیمتان کردیم تا برنامه دیگه که باز هم دوست عزیز مهمان خانه های شما میشیم خدا یار یارو مددگارتان